به بینندگان عزیز و ملت ایران معرفی بشن. بنابراین ما یه قسمت معرفی داریم و قسمت دیگر عبارت از اینکه مهمترین قسمت، مهمترین بخشی که در این برنامه انجام خواهد شد، آماده سازی ملت ایران برای مشارکت در امر براندازی جمهوری اسلامی. برای رسیدن به این کار، چون بایستی ملت اگر 100% هم نه، ولی لااقل اکثریت قریب به اتفاق همگام باشن برای براندازی جمهوری اسلامی، ما بایستی ترتیبی بدیم که مردم مشارکت در امر براندازی بکنن. برای این کار یک طرحی تهیه شده به اسم بازسازی آینده که دو منظور برای این برنامه هست. یکی این که واقعا در موقع براندازی طرحهایی از پیش آماده باشه که اگر کار به موفقیت انجام بگیره، که بایدم انجام بگیره، در اون موقع دیگه منتظر طرحهایی نباشیم. طبیعی است که الان سازمان و تشکیلات دولتی که الان وجود داره داره میچرخه، منتها به یه نحوی میچرخه که شاید مطلوب و مورد نظر اون موقع نباشه. این است که پیشبینی شده با هماهنگی با کارشناسان و دانشگاهیان و همینطور ارتباط با متخصصین در داخل کشور، طرحهایی برای بازسازی آینده تعیین بشه. بنابراین تهیه این بنده به خصوص اینو پاسخ میدم برای کسانی که در موقعی که تلفن کردن و نظراتشون رو خواسته بودیم و لطف کردن و نظرشون دادن، عنوان کردن که در حال حاضر الان مسئله براندازی مهمترین مسئله است، ولی چرا شما یه مقدار وقتتون رو صرف تهیه طرح‌ها میکنید؟ بنده یه بار پاسخ دادم، دوباره هم عرض میکنم که برای آینده ایران ما بایستی بدونیم که در دنیا، برای ملت ایران بدونیم که ما چه می‌خواهیم در آینده، به صورت مبهم نباشه. بنابراین لازمش این است که ما طرح‌های آینده‌مون، چه کارهایی می‌خوایم در مملکت انجام بدیم، اینا رو داشته باشیم. این یک. ولی از اون مهمتر که بنده تا به حال از گفتن اون خودداری می‌کردم این است که ما چون هدف اصلیمون عبارت است از مشارکت دادن بیشتر هرچه مردم، بنابراین از این طریق هست که یه انگیزه خواهد بود برای ملت ایران که در مشارکت کنن، با ما تماس بگیرن، و در این تماس ها هست که ما میتوانیم اون برنامه اساسی و اون پایه اصلی که برای براندازی هست پیریزی بکنیم. چون حالا بعده در یه فرصت مناسب راجع به خود براندازی که چی هست و چگونه انجام خواهد شد صحبت خواهم کرد، ولی ما با جنگ و عرض کنم که رو در رو شدن نظامیگری با جمهوری اسلامی به هیچ وجه نه صلاحمون هست و نه قادر هستیم باش رو در رو بشیم. بنابراین نبرد ما یک نبرد اندیشه‌ایه، آماده سازی افکار مردم در داخل ایرانه برای اینکه بر علیه دولت قیام بکنن، و برای این کار مستلزم این است که ما یارگیری های لازم در داخل کشور بکنیم که من راجع به یارگیری بعداً یه توضیح خواهم داد. این است که از چندین بار تقاضا شده، باز هم از همه بینندگان خارج کشور و داخل کشور تقاضا میشه، درخواست میشه که نظراتشون رو اعلام بکنن و ما رو یاری بدن، به خصوص فهرست مشکلات و مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که در هر منطقه وجود داره اعلام بکنن که ما بر اون اساس بتونیم برنامه‌مون رو تنظیم بکنیم. بنابراین مسئله تهیه پیش‌نویس طرح‌ها فقط یه تهیه طرح نیست، بلکه موضوع مهم این است که ما بتوانیم از این طریق یه ارتباط مستقیمی با مردم داخل کشور داشته باشیم و بر اون پایه بتونیم یارگیری‌های لازم انجام بدیم. در قسمت‌های در برنامه مختلف به خصوص به این مطلبی که بنده اشاره می‌کنم چندین بار تذکر داده شد، و اون این است که متأسفانه دیپلماسی غرب هنوز ایران و جمهوری اسلامی رو نشناخته، برای اینکه ناآشناس به وضعیت خاورمیانه به طور عام و در مورد ایران و به اصطلاح جمهوری اسلامی به طور خاص. و اشاره شد که منبع اصلی تروریسم از زمانی در دنیا شایع شد که خمینی با اون افکار قرون وسطاییش اومد و به عنوان اینکه ملت جهان رو
ملت مسلمان رو به صورت یک امت واحد در بیاره و یا اینکه بر اساس قانون اساسی برن و اسلام رو در همه دنیا از طریق جهاد یعنی نبرد رو در رو پیاده بکنن، اون موقع است که میبینیم تروریست در دنیا نه اینکه اصلا وجود نداشت ولی نه به این صورت سیستماتیک و به صورت سازمانی. در اینجا بنده لازم است دو تا تذکر عرض بکنم. یکی این که دنیای غرب که بالاخره توضیح داده شد که نه جنگ و نه تحریم و نه از کنم که گفتگو کارساز نیست، با همه احوال باز هم متوسل به تحریم شده و یه مقداری از مقامات جمهوری اسلامی رو براشون محدودیت های قائل شده. البته اینا به عنوان سمبولیک بسیار خوبه ولی به هیچ وجه من الوجود بنده بارها توضیح دادم هیچ نوع تحریمی باعث سقوط جمهوری اسلامی نخواهد شد. با توجه به منابع مالی داره و با توجه به مشارکتی که در بانک های همه کشورهای بزرگ داره، چه بانک مرکزیشون چه بانک های دیگرشون، اینها نیازهای خودشون از راه های مختلف تامین میکنن. این شخصیتی هم که اشاره شده اینها نقش کلیدی در اقتصاد اون کشور اگرم به ظاهر بازی بکنن، این محدودیت ها و تحریم ها به هیچ وجه من رجوع در بود اونها کارساز نخواهد بود. و به خصوص دیده شده که گفته شده میخوان یه مقداری آمار تهیه بکنن از کسانی که در داخل ایران حقوق بشر رو نقض کردن و وزارت خارجه میخواد در سایتش بگذاره. این کار ما راه ها رو قبلا طی کردیم، سالها دنبال این کار تعدادی از وطن پرستان بودن و اون شورای راهبردی عملیاتی که میخواد این کار رو انجام بده، عملیات براندازی رو انجام بده، تمام این با آمارهایی که مورد نیاز هست همه رو قبلا آماده کرده و اینها تلاشهای بیهوده. دلیلش این است که گفتگوهایی که میخواد انجام بگیره و مشاورینی که در اختیار ادمنستریشن غرب و آمریکا به خصوص هست کسانی هستن که اونها منافعشون در بقای جمهوری اسلامی یا خودشون مستقیم ارتباط دارن یا به ترتیبی با اونها هماهنگ هستن. اینجا بنده لازمه یه تذکر دیگه بدم که در اون قسمت باورها اشاره شد که ما با توجه به امکانات متمکنین ایرانی دنبال این کار هستیم. یک بار بنده این مسئله رو خوندم، دو مرتبه لازم است اشاره بکنم. اون اسلاید شماره 10 رو لطفاً بذارید. کنگره همبستگی معتقده که حاکمیت پول و جذب نیروهای اجیر شده در فعالیت‌های براندازی را ناپسند و تمکین مبارزات سیاسی را از دریافت نقدینگی از دولت‌های خارجی را سوداگری و دریافت کنندگان وجه را مزور می‌داند. علت که من رو این تاکید می‌کنم برای اینکه این طرف اون طرف شایع شده و گفته میشه که خب چرا اینهایی که میخوان براندازی انجام بدن چرا از دولت